سالم محمد ریگستانی عضو پیشین کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای ریگستانی سلام بر شما، سپاس از حضورتان به طلوع نیوز، خیلی خوش آمدین. چرا مجلس نمایندگان این فرمان را رد کرد به باور شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک کم اگه به گذشته برگردیم، شما میدونین که تاکید بر اصلاحات انتخاباتی خاص دکتر عبدالله بود، یعنی خاص تیم دکتر عبدالله بود. شورای اجرایی هم یا نهاد اجرایی هم خواست از او بود، تغییر نظام سیاسی هم از خواسته از او بود. و در او وقت تیم طرف مقابل، تیم دکتر اشرف غنی، بر نتیجه فشار داخلی مردم و فشار بین‌المللی وادار شد که خواسته را بقبولن و قبول کنند، چون خودشان یه اهداف نداشتند. بنابراین از اون وقت سنگ اندازی شروع شد و اولین سنگ اندازی در کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود، تقریبا 8 ماه را در بر گرفت تا کمیسیون تشکیل شد. بعدم که کمیسیون تشکیل شد، یک قسمتی از خواستار دعوایل پذیرفتن و هم تحت فشار خارجی ها بود، چون که کمک های جامعه بین المللی مشروط به این اصلاحات بود، یعنی مصرف خارجی داشت. بعد از او فرمان اول که صادر شد در مورد کمیته گزینش، فقط یکی از خواستای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در او درج بود که یک کمیته گزینش غیر سیاسی، یعنی کمیته گزینش فنی باید بیاید، واجدین شرایط باید شناسایی کنه و برای جمهور پیشنهاد کنه. متاسفانه او در وقت توسط پارلمان رد شد. بار دوم هم که فرمان صادر شد، بار دیگه از طرف پارلمان رد شد. خب حالا من چون خودم در پارلمان نیستم، دو تا ادعا مطرح است. کسایی که رد کردن فرمان ادعا دارن که خلاف قانون بود. طرف مقابل که طرفدار تایید ازی بود، اونا میگن که این طرف در حقیقت با رد فرمان به شکل غیر قانونی، به شکل غیر سیاسی در قد دوره کار خود تمدید کرد. حالا خیلی ریگستانی، قضاوت کیره شما درست میدونین؟ به نظر ما کسایی که طرفدار ازی بودن که فرمان تایید شده، در او هم یک اشتباه وجود داشت. چرا همین فرمانی را که به پارلمان رفته بود، واقعا فرمان خلاف قانون بود. مثلا در مورد کمیته گزینش، در فرمان آمده بود که اعضای کمیته گزینش که ما پیشنهاد کرده بودیم تغییر یافت. اعضای کمیته گزینش متشکل بودن از رئیس بولسی جرگه، رئیس مشران جرگه، قاضی القضات، رئیس کمیسیون حقوق بشر، در حالی که ماده 152 قانون اساسی به صراحت میگه که رئیس مشران جرگه، رئیس بولسی جرگه، رئیس دادگاه عالی، اینا نمیتونن هین اجرای وظیفه خود به وظیفه دیگه مشغول شوند، یعنی نمیتونه ای رو اصاب بیان و عضو یک کمیته اجرایی شوند، شانشان اجازه نمیده و هم قانون ممانعت داشت. خب از نظر ظاهری خلاف قانون بود، اما کسایی که ادعا میکنن که ما فرمان به خاطر رد کردیم که خلاف قانون بود، به این دلایل بر ما قابل قبول نیست که اونا صلاحیت تعدیل فرمان داشتن و نباید فرمان پس روان میکردن و میتونستن که اون مواردی که خلاف قانون اساسی است که از جمله اعضای کمیته گزینش بود، میتونستن یه تعدیل بکنن و همون کسایی که ما پیشنهاد کرده بودیم کمیته قبلی یا کسای جدید میتونستن. هم رد این فرمان از جانب اکثریت چی رو میرسونه؟ ما به او گفتم که اینا بهانه را که میگیرن که ما به خاطر خلاف قانون بودی را مرد کردیم، برای ما قابل پذیرش نیست و ما او اتهامی را که طرف مقابل وارد میکنه برای ما قابل پذیرش است که اینا به خاطر تمدید دوره کارشان و به خاطر از اینکه کارشان دوام پیدا بکنه فرمان را رد کردن و در پارلمان باقی میمونن. یکی دوم، تا جایی که ما از وکلا پرسان کردم، حکومت هم طرفدار رد فرمان بوده، به حدی که حتی برای استیضای رئیس ولسی جرگه یا میخواستن امضا جمع کنن، فکر میکردن که رئیس ولسی جرگه طرفدار تایید فرمان است، در این حد امضا جمع میشد. به این ترتیب آدم میبینه که هم حکومت نمیخواسته و هم یک تا وکلایی که طرفدار حکومت بودن، به علاوه کسایی که میخواستن که دوره کارشان تمدید شود، به این ترتیب بیم داشتن از اینکه آینده دوباره وکیل شوند، اینا هم یعنی چند علت با هم جمع شد و این فرمان رد کردن. و به نظر من که یک اشتباه بسیار بزرگ، یعنی آقای ریگستانی میگین که عملا یک بازی بگونه بگویم اگر نامحسوس جریان داشت، در این که جنای دکتر اشرف غنی مخالف اصلاحات انتخابی هستند هیچ شک و شبهه بر ما وجود نداره. دکتر عبدالله هم بگونه هم ریاست اجرایی هم خاموش است. آقای ریگستانی این هم مردم انتخاب میکنن. من در این مورد منتقد هستم که چرا دکتر عبدالله که برایش خطوط قرمز بود در این مورد خاموش مونده، یعنی دکتر عبدالله هم از نظر من در این مورد ضعیف عمل کرده. او باید حالا دلیل ضعیف عمل کردنش در چیست؟ ما فکر میکنم که بیشتر خارجی ها دکتر عبدالله را توصیه به خویشتنداری میکنن و میگن طرف مقابل کم حوصله است، عصبی مزاج است و برای ما اولویت دوام حکومت داره و این میتونه در وجود تو
دوام پیدا کنه که تو باید از خود خویشتنداری نشان بدی. در حقیقت این توسعه را گفتگوهایی که ما بگونی اگر بگوییم با تعداد از کسانی که در تیم آقای عبدالله بودن داشتیم، حتی اونا گفتن که اگر آقای عبدالله خاموش باشه این اصلاحات و اون حرفا که در توافقنامه صورت گرفته خط قرمز ماست و ما نمیگذاریم که آقای عبدالله خاموش باشه. پس حالا چرا آقای عبدالله خاموش است؟ اما دلیلش فقط یک دلیلی که من تا حالا میفهمم است که یک موضوع مهم اسم میخوام در اینجا بگویم که برای خارجی ها فعلا سه چیز اولویت داره. یک، دوام حکومت وحدت ملی که جان کری گفت که حکومت پیش ما 5 سال است، یعنی کسی به فکر حکومت بدیل نباشه. دوم، بهتر ساختن وضع امنیتی و سوم، بهتر ساختن وضع معیشتی مردم. همچنان پروسس صلح برای جامعه بین المللی برگزاری انتخابات در این سال در سال جاری اولویت نیست. بنابراین اونا هم فشار لازم وارد نکردند و به خاطر است که پروسه هم توسط پارلمان رد شد، هم حکومت بسیار خوان اصلاحات نبود. یعنی که جامعه جهانی به گونه فشار وارد نمیکنه، حکومت افغانستان علاقه نداره و اعضای مجلس هم به گونه علاقمند ادامه کارشان هستند و اینا همه یک جا شده و بحران را به وجود آورده که مردم افغانستان به گونه آزرده هستند. خیلی بله، در اینجا صدمه که میرسه به مردم و اراده مردم افغانستان است که منتظر هستند که باید انتخابات برگزار میشد تا یا نمایندگان جدید خود انتخاب کنند. در حقیقت آنچه که در اینجا ضرر میبینه مردم است و آنچه که در نظر گرفته نمیشه مردم است و آنچه که بیشتر به او کم اهمیت داده شده اراده مردم افغانستان است. متاسفانه مجموعه عوامل داخلی خارجی را که من به شما خدمت شما عرض کردم سبب شد که فرمان رد شود. و یک نکته دیگر هم باید بگویم که هر کسی که در قدرت سیاسی باشه، خصوصا در کشور ما، یا اساس آقای کرزی گذاشت، بر از اونها یک کمیسیون دست نشانده، یک کمیسیون بسیار نزدیک به حکومت برای بقای سیاسیشان و برای دوام سیاسیشان یک ضمانت است. بنابراین آوردن چنین یک کمیسیون بسیار مستقل که بتونه وظایف خود درست انجام بده به نفع کسایی نیست که ادامه قدرت در 5 سال آینده اهداف خود قرار داده. ولی آقای ریگستانی، آغاز این جنجال را درست از روزی میدانید که توافقنامه سیاسی میان دو طرف به امضا رسید؟ بله، به خاطر از اینکه ببینین سه تا هدف توافقنامه سیاسی است که این اهداف دکتر عبدالله است: اصلاحات انتخاباتی، تغییر نظام سیاسی به صدارتی و همچنان ریاست اجرایی. هر سه اهداف دکتر عبدالله بود که اونا با این مخالف بودن. به اون خاطر وقتی که کسایی که در تیم بودن امروز به قدرت رسیدن، یا در شورای امنیت هستن، یا در کابینه هستن، یا در دستگاه ریاست جمهوری هستن، ما دقیق میدونم که اونا مخالف اصلاحات اساسی هستن. یک تا اصلاحات شکلی را قبول دارن. یعنی میگن که آقای عبدالله بگونی دست باز نداره فعلا. دکتر عبدالله به نظر من در برابر خواستهایی که اونا طال داشتن که یه خط قرمز باید به نظر من قاطعیت لازم و موضع‌گیری روشن از خودش. حالا این قاطعیت لازم را چرا نداره؟ به شرط اصلاح نظام انتخابات وارد این نظام شده بود. خارجی‌ها به این فکر هستند که یک انتخاباتی که بحران ساز باشه بهتر از این است که انتخابات برگزار نشه. ولی حداقل اصلاحاتی که باید به وجود بیاید و زمین اساس شود برای انتخابات خوب، این خود لازم است. ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که اگه فرمان تایید میشد، فرض کنیم تایید میشد، هیچ منفعتی به افغانستان نداشت، به خاطر که این کمیته گزینشی که در این فرمان پیشنهاد شده بود عین همون کمیته گزینشی که در زمان آقای کرزی بود و همین کمیسیون انتخابات تعیین کردن، همین کمیشنر را انتخاب کردن، در حالی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک کمیته گزینش فنی پیشنهاد کرده بود غیر سیاسی. حال اگر این تایید هم میشد، یک کمیته کاملا سیاسی می آمد. رئیس ولسی جرگه، رئیس مشران جرگه، قاضی القضات، رئیس کمیسیون حقوق بشر و کسای دیگه که اونها خواهی نخواهی نهاد سیاسی هستند و اشخاص سیاسی هستند. حتی اونها وقت هم نداشتن که بیان یک ما بشینن سی وی ها را بررسی کنن یا شارت لیست کنن، بعد از اینا مصاحبه بگیرن، بعد اینا به رئیس جمهور پیشنهاد کنن. هم خلاف شأنشان بود، هم خلاف قانون بود. اما از طرف دیگه چطور میتونه که مثلا رئیس یک قوه مقننه بیاید کمیته اجرایی باز وظیفه اجرایی را انجام بده، یعنی هم قانون تصویب کنه هم قانون اجرا کنه. در دولت افغانستان نهادها بر اساس تفکیک قوا به وجود آمدن، یعنی قوه مقننه وظایف اجرایی را نباید، یعنی میگن بگونی تا آن حد زد و بند وجود داشت که حتی خواستهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم هنوز زمان زیاد نگذاشته بود که تغییر آمد بهش. ما به صراحت اعلان میکنم که یک تا از خواستهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در فرامین وجود نداشت. از 10 پیشنهاد اساسی ما هیچ کدامش پذیرفته نشده بود. یکی از خواستای ما که خواستای بسیار مهم اساسی ما بود کمیته گزینش فنی بود، نه سیاسی، که ایران در این فرمان اینا تعدیل کرده بودن و تغییر داده بودن. خب ما پیشنهاد کرده بودیم محکمه انتخاباتی باشه به خاطر تضمین سلامت انتخابات، محکمه انتخاباتی دی وجود نداشت. ما پیشنهاد کرده بودیم که در اینجا جرایم انتخاباتی باید
باید درج باشه جرایم انتخاباتی اصلا دیگه وجود نداشت. ما پیشنهاد کرده بودیم که قبل از انتخابات حتما باید لیست انتخابات، لیست رای دهندگان باید تهیه شود که در اینجا وجود نداشت. از خاطر از 10 پیشنهاد ما که 5 تا پیشنهادات اساسی بودن، یک تاش هم در فرامین وجود نداشت. حالا بحث دیگه هم این است آقای ریگستانی، شما اشاره کردین که به گونه ریاست اجرایی از خود خیشتنداری نشان میده و جانب حکومت و تیم رئیس جمهور متهم به این کردین که راده برآوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات نداره، ولی این که حکومت اعلان میکنه که 10 میلیون دلار آماده است بپردازه به خاطر برگزاری انتخابات در بودجه کمیسیون انتخابات، پس این چی را نشان میده؟ من فکر میکنم شوخی میکنن به خاطر از اینکه امو شوخی به خاطر چی؟ یعنی فریب دادن مردم است به خاطر اینکه انتخابات های افغانستان کم مصرف ترین انتخاباتی که تاله برگزار شده 120 میلیون دلار مصرف داشته. ما چطور میتونیم با 10 میلیون دلار انتخابات برگزار کنیم؟ در حقیقت اینا اینطور میخوان نشان بدن، چون اجلاس های خارجی که وجود داره، کمک های جامعه بین المللی مشروط به اصلاحات است، در حقیقت اینا میخوان مردم بازی بدن، امونا را بازی بدن که گویا ما به خاطر اصلاحات انتخابی داریم کار میکنیم، وعده دادیم که امسال انتخابات برگزار میشن، یک قسمت بودجه را تهیه کردیم. افغانستان اصلا توان نداره که انتخابات مصارفش بپردازه، از کجا با 10 میلیون انتخابات برگزار میشه؟ فقط یک نوع افغا و فریب مردم است. انتخابات امسال برگزار نمیشه، حتی کمیته گزینش هم که به کار خودش شروع کنه، کمیشنرای جدید هم که بیاد دیگه، ما فرصت ها را از دست دادیم. بیمه من عزیز که حکومت اصلا انتخابات برگزار نکنه، سالهای آینده هم بعد بگذاره که این وکیلای دوره انتخابات پارلمانی با ریاست جمهوری 3 سال بعد برگزار شد. آقای ریگستانی، حالا میگین که انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری که صورت گرفت به گونه آخرین انتخابات بود در افغانستان؟ انتخابات ریاست جمهوری قطعا برگزار میشه. سوال برای است که آیا انتخابات پارلمانی برگزار میکنن یا نه؟ شما اگر روند اصلاحات ببینه و این چیز نکاتی را که من خدمت شما عرض کردم ببینین، اصلا شما بر اساس کدام علائم نشانه ها امیدوار میباشین که انتخابات برگزار میشه؟ ولی اگر این روند امین گونه به کندی پیش بره و به گونه هم حکومت اراده جدی از خود نشان نده در آوردن اصلاحات انتخاباتی، و اگر قرار باشه روز این کارا صورت بگیره و به گونه هم تاریخ انتخابات اعلام شود، باور دارین که مردم افغانستان به پای صندوق های رای خواهند رفت؟ ما از مردم افغانستانی خواهش دارم که در صورتی که اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی و نهادها انتخاباتی ما به وجود نبه، اصلا اشتراک نکنن، چون که رأیشان مانند گذشته با رأی سیاه و با رأی باطل یک جای میشه و حق از باطل جدا کردنش کار مشکل تر میشه. ما طرفدار از ایستم که یک انتخابات بعد بهتر از ایست که اصلا انتخاباتی صورت نگیره. تا وقتی که اصلاحات به وجود نامده، نباید ما به طرف انتخابات بریم. آقای ریگستانی، آخرین حرف و پیشنهادهای شما چی است؟ برای حل کوتاه مدت را در چی میبینه؟ ما پیشنهاد میکنم در تعطیلات تابستانی پلیس جرگ، اگر واقعا حکومت هر دو نهادش چی جنای دکتر عبدالله چی جنای دکتر اشرف غنی واقعا متحد به اهداف خود هستند، واقعا چیزایی که میگن دقیق است، در امی تعطیلات تابستانی که 45 روز است فرمان تقنینی جدید صادر کنند، کمیته گزینش قبلی که یک ماه کار خود انجام داده بود اما کمیته به کار خود ادامه بده و ظرف 15 روز دیگه میتونه واجدین شرایط برای جمهور پیشنهاد کنه و کمیشنرای جدید کار خود شروع کنه. تا وقتی که پارلمان برمیگرده کمیشنرای جدید به وظیفه خود رفتن و کار خود شروع کردن. خیلی کوتاه، اعتماد دارین که این کار را میکنه حکومت؟ اعتماد ندارم. سپاسگزارم از شما آقای ریگستانی. بابت سپاس سلامت باشید.